بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی سلفی گری. روایتی از رسول خاتم صلی الله می گوید: اگر مردمان همه اهل معرفت می بودند، خداوند بشر را از عبادات و احکام شرع معاف می نمود. این روایت که بارها به واسطه محی الدین ابن عربی ذکر شده است، روشنترین حجت و برهان و معنای وجودی پیدایش اسلام سلفی در آخر الزمان است که به صورت گروه‌هایی همچون القاعده و طالبان و داعش در سراسر جهان اسلام و حتی مسیحیت خودنمایی می‌کند. این سخن رسول اکرم صلی الله بدین معناست که خداوند احکام شرع و امور عبادی را جز برای رشد و تعالی معنوی و عرفانی و علمی و روحانی بشر نازل نکرده و به پیامبرانش ابلاغ ننموده است، و این همان مقصود دین خداست که بشر را از حیوانیت و شقاوت و تبحش و جهل و تبعید در زمین برهاند و به ذات الهی متصل سازد و عزت و روحانیت اعطا نماید و او را جانشین خود در جهان کند. غذایی که می‌خوریم اگر در دستگاه گوارش ما به درستی هضم و جذب نشود، تن ما را دچار ثقل و یبوست و عفونت و مسمومیت نموده و ما را به سوی مرگ در زندگی می‌کشاند. احکام شرع و عبادات هم این گونه است. اگر در دل و اندیشه و روان ما تعبیل به روحانیت و نورانیت و الهیت حق نشود، ما را دچار ظلمت و شقاوت و جنون و سقوط در درک اسفل نموده و با اجنه و شیاطین محشور ساخته و از جنس آنها می سازد. و آنچه که دین را در جان بشر روحانی و نورانی می سازد، معرفت نفس و ذکر و تأملات درونی به همراه تقوای عملی و رعایت اخلاق کریمه همچون صدق و عصمت و عدل و رأفت و محبت و گذشت و خویشتنداری است. و اما کسی که بدون رعایت این امور شبان روز مشغول نماز و روزه و ورد و تقوای سوری باشد، تدریجاً دچار جنون، خودشیفتگی شیطانی و نفرت از عالم و آدم می شود و چون دیوی به جان خود و اطرافیانش می افتد. و این راز پیدایش سلفیگری و داعشیگری و طالبانیزم و ملایان شقی و خونخوار است که همچون ابلیسی به غرور عمری عبادت کوس انالحق می زنند. عمر هر فرد بشری و تاریخ بشری مهلتی است که خداوند به بشر بر روی زمین داده تا راهی به سویش بجوید و رستگار گردد. و اینک آخر الزمان است که به معنای پایان این مهلت است. از این رو اهالی شهر که راهی به سوی حق نیافتند، یا به کلی دچار انکار و کفر می شوند و یا در نفاق در درک اسفل سقوط کرده و با هویت دد و دیو و اجنه و شیاطین در صورت بشر ظهور می کنند که همین داعشیان و طالبانیزم و القاعده و امثالهم هستند. این جماعت می‌پندارند که برای ملحق شدن به دین خدا و رسول خاتم بایستی در تاریخ به عقب بازگردند، که بل عجب تصور کودکانه و مالی خولیایی است. برای الحاق به حق و روح خدا و رسول اکرم نبایستی به گذشته بلکه به خود بازگشت، که خود فرموده که رسول در خود شماست. قرآن کریم. شریعتی که در جان اهلش تأویل به نور حقیقت نشود، در آخر الزمان از آدمی یا یک جن اینترنتی می پرورد یا یک شیطان داعشی. و آنچه شریعت را در دل آدمی تأویل به حقیقت می کند هم فوت و فنهای درویشیگری های خانقاهی و عرفانهای اینترنتی نیست، بلکه اخلاق عملی است همانطور که ذکرش رفت.
تقواست که شریعت را در دل اهلش تأویل به علم و معرفت می کند. خداوند اهل تقوا را خود تعلیم می دهد. قرآن. کسی که در مقابل اجنه و شیاطین اینترنتی و ماهواره‌ای قادر به حفظ تقوایش نیست، تمدن غرب را مسبب بی‌تقوایی خود می‌خواند و با آن به جنگ می‌پردازد. او غافل از این امر است که در آخرالزمان دوزخ آشکار شده است و اهالیش رخ نمودند. پس او باید از دوزخ و دوزخیان روی برگرداند، نه اینکه به جنگ با آنان برخیزد، چون تمدن حاکم بر جهان مدرن یک تمدن دوزخی نفتی است. راه رجعت الالله از درب دل گشوده می شود، نه بازگشت توهمی و مالی خولیایی در تاریخ. و درب دل بر کسی گشوده می شود که اهل ذکر عرفانی و تقوای فزاینده باشد. همانطور که قرآن کریم می فرماید دوزخ آشکار شده است و این سلفی ها از گذشته دوزخی تاریخ به بیرون جستند. یعنی این جماعت خود ظهور طبقه‌ای از جهنم آخر الزمان هستند، همچون قوم لوط و عاد و ثمود که با نشانه‌هایشان در سراسر جهان قابل مشاهده هستند. زیرا آخر الزمان عصر رجعت است که همه گذشتگان بر روی زمین محشور می‌شوند و این است راز حیرت‌آور انفجار جمعیت در این دوران، که آخرین رجعت همانا بازگشت انبیا و اولیاء سلف است که با ظهور ناجی موعود جمع می آید. زمین به نور پروردگارش روشن می شود و کتاب نهاده می شود و انبیا و شهدا جمع می آیند و عدالت برپا می گردد. قرآن کریم. علی اکبر خانجانی، 8 شهریور 1400.